سفار هرندی که من از زیارتشون بسیار خرسند شدم و این فرصت رو برای خودم مغتنم میدونم که از محضرشون بهره ببرم و استفاده بکنم. و مهمان دوم ما جناب پناهیان هستند که به جمع ما خواهند پیوست. جناب سفار شب بخیر، خوش آمدید. خیلی متشکرم، من خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین بینندگان شریف شبکه قرآن سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم و بنده هم خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم عرض ادبی بکنم به ساحت کسانی که حماسه ای رو به اسم نوح دی آفریدن. خیلی متشکرم. با جناب آقای سفار قبل از آغاز برنامه صحبت میکردیم، حالا در حضور شما صحبت میکنیم. عرض میکنم که آقای سفار، بحث فتنه و بحث بصیرت در قرآن کریم در کنار هم خیلی جاها اومده. اینکه هر کجا بصیرت باشد فتنه از بین میرود و هر کجا که گرد و غبار فضا رو بگیره اما یک دید عمیقی نباشه که این ظاهر رو نگاه بکنه اما به عمق مسئله پی ببره. تعریف ما از فتنه و تعریف ما از بصیرت از نظر آقای سفار هرندی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای در قرآن کریم هست، ظاهراً آیه اول سوره عنکبوت، آیات اولیه سوره، که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون بلغت فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یه معنای فتنه که مکرر در قرآن به اون استشهاد شده یعنی آزمون و آزمایش، یعنی فتنه ها اساساً برای آزمودن هستن و خداوند میخواد عیار سنجی بکنه ادعاهای افرادی رو که خودشون رو مؤمن قلمداد میکنن. در یک محیطی قرار میگیرند که اونجا درجه خلوصشون، صداقتشون، راستگوییشون محک زده میشه. فلیعلمن الله الذین صدقوا، اونایی که راست گفتن معلوم بشه برای خودشون بیشتر، خدا که میدونه. ولیعلمن الکاذبین، اونایی که خلاف میگن. پس فتنه به مثابه یک فرصت به ظهور رسیدن اون چیزهایی است که ما قبلا ادعاشو میکردیم. البته فتنه ها متفاوته. گاهی وقتا اموال و اولاد رو فرمودن فتنه است، با اینکه اینها نعمته. این نعمت میتونه فتنه باشه، یعنی وسیله محک زدن و آزمایش کردن. خیلی ها بودن که بر اثر درست استفاده نکردن از یه نعمت دچار نگونبختی شدن. این که در قرآن کریم هست زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا. اینا متاع حیات دنیاست ولی زینتی پیدا میکنه پیش روی آدم ها و همین ها تبدیل میشه به وسیله بدبختیشون. گفت ملک دروزه آش دهنسوز میشود. خب فتنه پس اینجوره. کلام مولا امیرالمومنینه که در وقوع فتنه ها میفرمایند که اون چیزی که تأثیر گذاره هواهای نفسانی است و بدعت ها. انما بدع و وقوع الفتن احکام تبتدع و احواء تتبع. این شروع فتنه اونجاییست که دلخواسته ها رو ما میاییم غالب میکنیم به حقایق. اون چیزی که حقایق بهش میزنیم، بله، اونی که خودمون دلمون میخواسته اون رو تبدیلش میکنیم به یه حقیقتی که انگار جزء مسلمات هستیست و همچنین حکم میکنیم، قواعدی رو میاییم وضع میکنیم که اینها ریشه نداره، ریشه الهی نداره، بدعته. در
همین ماجرای فتنه هایی که ما بعد از انقلاب مواجه باش شدیم، اکثرا فتنه آفرینان کسانی بودند که ظاهرشون خودی بوده، جزء انقلابیون بودن، همراه امام بودن، در رکاب امام چه بسا توی اون سفر پرخطر از پاریس تا تهران تو اون هواپیمایی که هر لحظه ممکن بود که منفجر بشه هواپیما، اینا همراه شده بودن. ولی بعضی از همونها توی فتنه‌ای برای نابود کردن انقلاب ظاهر شدن، در توطئه‌ای دخالت داشتن که قرار بود به اون ترتیب حضرت امام ترور بشه. یکیش قطب زاده بود، کسیست که کنار امام توی هواپیما نشسته بود. از بله ها با امام میاد پایین؟ با امام میاد. ولی این آدم 2 سال از انقلاب گذشته، 3 سال از انقلاب گذشته، دستش در یک فتنه‌ای وارد میشه که قرار بوده توی اون انقلاب رو از بین ببرن و امام رو از ما بگیرن. خب اون توطئه ناکام موند. دلیلش هم این بود که این فتنه نتونست دامنه پیدا بکنه، در همون نطفه خفه شد. البته فتنه های پیچیده تر اوناییست که میاد دامنه اجتماعی هم پیدا میکنه. فتنه منافقین اینطور بود. فتنه منافقین به دلیل اینکه با ظاهر فریبای انقلابیگری و خط بدون سازش با آمریکا، خط بدون سازش با جریان لیبرال، منافقین شعاراشون اینا بود اول، زیر اون نشریاتشون شعارهای محوری رو که می نوشتن همین شعارهای حزب اللهی امروز بود. ولی امروز شما وقتی میرید سراغ منافقین که کجا هستن، میبینید مهمترین افتخارشون اینه که برن الان یه سناتور آمریکایی، یه نماینده کنگره آمریکایی، یه مقام عالی رتبه از وزارت خارجه آمریکا رو گیر بیارن، با او یه عکس یادگاری بگیرن، اینو به عنوان یه فرصت بزرگ برای خودشون این بر اون بر قلم داد بکنن. پس اون روز تظاهر به ضد آمریکایی بودن میکردن، در حالی که در دلشون محبت آمریکا موج میزد و دنبال یه فرصتی میگشتن که اینجوری خودشون رو نزدیک بکنن. پیچیدگی فتنه در هر دوره‌ای به گونه است. این که فرمودید بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی مسلح شدن به یک ابزار و سلاحی که در موقع پیچیدگی ها بتونه مسئله رو ساده بکنه. مسائل پیچیده رو ساده بکنه. ولی لازم نیست خیلی طرف عالم باشه. لازم نیست که خیلی فیلسوف باشه. خیلی فیلسوف ها بودن که در فتنه ها اسیر وضعیت موجود شدن. خیلی از خواص بودن نتونستن تشخیص بدن که سقوط میکنن. اما خیلی از عوام، به ظاهر عوام بودن که بر این پیچیدگی ها غلبه کردن. به ضرب بصیرت بوده. بصیرت علم نیست، بصیرت آگاهی درونی است، آگاهی قلبی است، یعنی استعداد قبول حقه. الان میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم آقای صفار، بگم که اگر اهل دنیا طلبی شدن، اگر اهل هوای نفس شدن، اگر اهل دنبال این رفتم که مطامع نفسم رو تأمین بکنم، به همون میزانی که گرفتار این آفتهای ضد اخلاق دینی میشم، تو گرداب فتنه میفتم. اگر از هوای نفس دوری کردم، اگر اتقوا الله شامل حالم شد گوش کردم، اگر پرهیزکار شدم و اهل ورع شدم، پروردگار عالم در قبال این به من بصیرت مرحمت میکنه. درسته؟ احسنتم. یعنی در واقع اگه بخوایم یه ذره زمینی ترش بکنیم، اینجوری میشه که منی که غبارهای مختلفی اومده روی آگاهی درونیم سایه انداخته، این غبارها یکیش تعلق به زن و بچه است مثلا، یکی البته تعلق به زن و بچه امر ممدوحیه، پسندیده است، اما اگر اصالت پیدا بکنه در برابر تعلق به خداوند، اونجا مانع میشه. اگر تعلق به مال دنیا، اگر تعلق به میز ریاست،
اگر تعلق به رفیق و نمیدونم حزب و تعلقات اینجوری، اگر اینا هر کدومشون یه قواری فرض بشه که میاد روی قلب انسان سایه میندازه، این قلب دیگه آمادگی قبول حق رو نمیبینه، حق رو اما انکارش میکنه. درسته. اون کدورته مخصوصا وقتی زخامت پیدا میکنه، مثل چهره روی دست، یه چرک معمولی رو میشه با یه یکم آب رفش کرد، اما وقتی این تبدیل شد به کبره به اصطلاح، بله بله، این دیگه میگم باید بری میشه. باید بری توی حموم دستتو زیر آب بگرد، باید اون خیس بکنی اینو تا به تدریج بلکه با مثلا کیسه کشیدن اینا بره. کدورت قلبی هم اینجوریه، قدرت نگاه رو از آدم میگیره، بصیرت رو. اون وقت اون کسانی که این وابستگی ها رو از خودشون دور کردن، نیست تعلق ندارن، آزادن. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این لازم نیستش که دیگه این حتی عالمی که به علمش تعلق پیدا نمی کنه وارسته تره از عالمی که اسیر تعلق علمی است. لما تقولون ما لا تعلم. در تقدیر من گمان میکنم که دوران فتنه دوران مناسبی بود که تلنگر بخوره به خیلی از اذهان و دلها، و مؤثر هم بود. یعنی خیلی ها بودن که روزهای نخست فتنه اسیر اون تعلقات بودن. درسته. هرچه که گذشت تونستن بکنن، دل بکنن از بعضی از اون تعلقات و وارسته بشن. خب حالا بیاین توی این کلیات دوتا واژه فتنه و بصیرت، حالا بیاین ببینیم که آیا ما قبول بکنیم که فتنه ای که در سال 88 اتفاق افتاد منحصر به همون چند ماه، یا وقتی یکم عمیق تر میشیم اگر اون چند ماه باشه، این همه حجمه استکبار جهانی اومدن توی میدون، یه اتفاقی قرار بیفته بعد اونها رسما بیان اعلام موضع بکنن، اعلام نظر بکنن، جانبدارانه برخورد بکنن، این آیه سفر هرندی یکم عقب تر بریم ریشه های عمیقی رو نشون میده. باز اگه بخوایم از کلام مولا امیرالمومنین وام بگیریم، حضرت در بیان این دشمنی هایی که با ایشون در صحنه های مختلف ابراز میشد که منجر شد به ظهور ناکسین و قاستین و مارقین، فرمودن احقاد بدریت و هنینیه، اینا ریشه در تاریخ داره، در گذشته ای داره. بالاخره امیرالمومنین درگیر بوده با گردن کلفت ها و رجال عربی که در بدو به اصطلاح دعوت نبی اکرم بسیاری از اونها با کینه جویی جلوی پیغمبر ایستادگی کرده بودن، بارها به جنگ پیغمبر اومده بودن، یه جایی دیگه کم آوردن، اومدن ایمان آوردن، اونجا دیگه تسلیم شدن. اما اون دل کدورت گرفته از دوره شرک، این همچنان با اونها همراه بود. البته بعضی ها بودن پاک شدن، خودشون رو آوردن در دریای محبت الهی محو کردن، ولی کسانی بودن که همچنان اون کدورت ها رو با خودشون حفظ کرده بودن. آثار این وعده ها ظاهر شد تو کربلا، تو صحنه درگیری با امام مجتبی، تو صحنه درگیری با مولا امیرالمومنین. اینایی که در فتنه سال 88 اومدن تو این صحنه ظاهر شدند و محافظ ضمیرشون رو بیرون ریختن، البته درجات داشتن. بعضیاشون همون منافقین روزهای اول انقلاب بودن، بعضیاشون همون سلطنت طلبهایی بودن که از بدو ظهور انقلاب بالاخره نمیتونستن که اون همه داشته هاشون رو داشتن ترک میکردن. این دشمنی بالاتر از هر دوی اینها آمریکایی ها بودن، غرب بود که وقتی یه نوکر خودش رو تو منطقه داشت از دست میداد، میدونست که چه اتفاقایی بعدش میفته. این کینه های تلمبار شده حالا در سال 88 محل تجلی و ظهور پیدا کرده بود. اونی که کمک کرد به این که این اتفاق بیفته، عناصر داخلی بودن که همرزمان هم پیمانای ما بودن، رفقای خود ما بودن، یاران امام بودن، بعضن کسانی بودن که در مقاطعی مدیریت ارگانهای اصلی این نظام به عهدهشون قرار گرفته بود،
یعنی پس چهرهایی نبودن که از به اصطلاح از گمنامی در اومده باشن، نه خیلی نام‌آور بودن، خیلی مشهور بودن. اما اون چیزی که اینها رو ضایع کرد همون اتباع الهوا بود، احوا اون تتبع. وقتی آدم دل خودش رو مقدم بداره بر حکم خدا همین میشه. در روایت هست که امام عصر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه وقتی ظهور میکنن، یکی از آنچه که شاید مولا امیرالمومنین در باب ظهور گفته، میگه در اون دوره ایشون میاد یعتفل هوا علی الهدا، میاد این هواهای نفسانی رو تطبیق میده بر مسیر هدایت. اذا عتفل هدا علی الهوا، زمانی که مردم یا جریان حاکم بر اندیشه ها رفته هدایت رو تطبیق میده با هواهای نفسانی. در طول این دوره پس از رحلت حضرت امام، کسانی وقتی رو در وایسیشون با امام دیگه تمام شد، یعنی گفتن امام که نیست دیگه، استادمون بود، نمیدونم خجالت میکشیدیم ازش، گفتن حالا که امام نیست، حالا ظهور به ظهور میرسونیم اونایی که تو دلمون بودمون نمیشد مکنونات رو. یعنی واقعا بعضی از اینا اومدن نسبت‌های جسورانه به امام دادن. الان عددی نیست این فردی که من اسم میبرم، ولی ترهاتی که اخیراً این آقای کدیور بافته وقتی برید نگاه بکنید، فحاشی کرده به امام. این آدم در گذشته نام امام رو با عظمت میبرد، خودش رو به عنوان شاگرد مکتب امام معرفی میکرد، الان امام رو بهش فحش میده، امام رو متهم به جنایت میکنه. خب این چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه اون مسیر هدایت رو بر هوای نفسانی خودش اومده سوار کرده. یعنی هدایت عامل پیش برنده اون نیست، هواهای نفسانیش داره او رو پیش میبره. لذا وقتی نگاهش میکنید اونایی که باش مشهور شده کیا هستن؟ جماعت نمیدونم همجنس بازای خارج کشور، سلطنت طلب ها، بهایی ها، اینا شدن متحدان عملی اینجور آدم ها. خب من نمیخوام بگم همه اونهایی که توی قصه سال 88 لغزیدن همشون پروندهشون از این جنس، نه گفتید درجات داره، درجات داره. واقعا من جدا عرض میکنم قائل به این هستیم، باید این رو قبول بکنیم افراد متفاوت بودن. بی خود ما نیاییم همه رو از دم یه جور با یک به اصطلاح حربه برانیم. هر کدوم اینا به نوعی بودن، ولی اونی که در اونها مشترک بود به درجات قوی و ضعیف تبعیت کردن از نفسانیات در برابر مسیر هدایت. خب مسیر هدایت روشن بود. حضرت آقا وقتی به رهبری رسیدن اولین جمله ای که گفتن این بود، البته از مهمترین جمله هایی که تیتر هم شد، که راه ما راه امام و هدف ما همون اهداف مقدس ایشون. ما این خط رو الان تو این 20 چند سال وقتی تعقیب بکنیم میبینیم یه جاییشون از اون مسیری که امام به صورت کلی میپیمودند و طی میکردن، از اون مسیریشون خارج نشدن. اینایی که مدعی تبعیت از خط امام بودن چه حجتی داشتن که بیان در برابر ایشون سفارایی بکنن؟ البته گاهی ممکنه بگم نه ما سفارایی نکردیم، ولی خب چی از این بالاتر که شما لشکرکشی خیابانی کردید؟ ایشون فرمودن شرعاً و قانوناً کسی حق نداره دیگه این کار رو بکنه. خوشبختانه اونایی که بر حسب یه توهمی در روزهای اول اومده بودن تو خیابون، واقعا تعدادشون هم زیاد بود، یعنی در یه روزی شاید صدها هزار نفر به توهم اینکه تقلب شده رفته بودن تو خیابون. اما بعد از اون خطبه های حکیمانه و آگاه کننده و هشدار دهنده رهبری، 90% اون افراد دیگه نیومدن تو خیابون. اونا همون کسانی بودن که دلهاشون انقدر کدر نشده بود که حالا وقتی تنبه هم داده میشه باز اصرار بکنن. درست. اما اون 10% که تو صحنه موندن و متاسفانه بعضی از اونها مثلا یاران
حضرت امام هم درست بودن. آقای صفار دوستان من یه بخشی از فرمایشات حضرت امام رو آماده پخش کردم، ببینیم بعد در خدمت شما هستیم. جوانها باید فکر کنن، بیاندیشن، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما، از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت جلوگیری، راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت ها لازمه. این جعل حیاتی مثل آل محمد و جعل کمیتتهم یکون مماتی و بفضلک الله. خب در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه حماسی نه دی، انقلاب سوم، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو از شبکه محترم قرآن و معارف سیما تقدیم محضر شما خواهران و برادران عزیز قرآنی میکنیم. جناب آقای صفار هرندی، ما در حماسه نه دی ببینیم که خیلی از تو صحبت جناب عالی هم بود، خیلی از خواص، خیلی از کسانی که از خبرهای محرمانه، از رخدادهای سیاسی داخلی منطقه‌ای و بین المللی اطلاع دارن، خیلی از کسانی که آدم توقع داره ازشون که یک جوری وارد میدون بشن، هشدار بدن آقا یک همچین توطئه‌ای در جریان هست، ببینیم که خبری نمیشه، دچار اون محاسبات حالا یا نفس یا حزب یا دوستانن، هرچی که اسمش رو بذاریم فرقی نمیکنه. اما ببینیم که همین عامه مردم میلیونی میان از هر منطقه‌ای توی تهران سرازیر میشن به سمت میدان انقلاب، تمام خیابان‌های اصلی منتهی به میدان انقلاب مملو از جمعیت. اما فردا در شهرها و استانهای مختلف کشور یک حرکت ده‌ها میلیونی اتفاق میفته. چه میشه که عوامی که اسمش رو بذاریم عامه مردم پیشی میگیرن و این خواصی که ازشون انتظار میرفت که روشنگر باشن، هدایت بکنن، به دلیل اون سوابقی که در انقلاب داشتن و بهش اشاره کردی، به دلیل اون انتظاراتی که ازشون میرفت و ما گفتیم که اینها تمام قامت در عرصه انقلاب هستند، اما دیدیم که اونجایی که باید بیان و هشدار بدن و در واقع جامعه رو واکسینه بکنن خبری ازشون نشد و این مردم گوش به فرمان از آقا، تحلیل فرمایشات آقا رو کنار هم میگذارن میان تو خیابون. این تحلیل شما چیه؟ حالا این حقیقت انقلاب اینه، انقلاب اسلامی اینه، یعنی خود انقلاب رو در سال 56-57 هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی از اون کسانی که به عنوان جلودار، سردمدار، قلمداد میشدن، گاهی وقتا مسیری که اونها نشون میدادن مسیر پرت و پلایی بود. مثلا وقتی شاه برای یک فریبی رو آورد به این که نخست وزیر خودش رو بعد از قصه 17 شهریور سال 57 عوض بکنه و یه فردی رو که ادعا میکرد من خودم از خانواده روحانی هستم، من چنین و چنانم، اینو که فرستاد، بعضی از رجال هم مذهبی هم سیاسی اونو برگشتن گفتن که خیلی خوب دیگه، تحصیل حاصل دیگه، این همونی که ما میخواستیم، رسیدیم به. در حالی که از دهمون گفت این فریبه، چرا ساده لوحی به خرج میدید، کدوم دستاورد، اصلا ما به چیزی که میخواستیم به هیچ وجه نرسیدیم، این بازیه. واقعا ما این انقلاب هایی که توی سالهای اخیر تو منطقه اتفاق افتاد و وقتی رصد میکردیم دیدیم فاصله بین اینها و ما و اینکه دستاوردهایی شبیه به ما نمیتونن داشته باشن به مراتب از ما عقب‌ترن. البته همین قدرش باز جای شکر داره، ولی چرا نمیتونن مثل انقلاب ما اونجور
نورانیت و شفافیتی که در انقلاب بود رو اینا حاصل بکنن. یه دلیل عمدهش فقدان یک کسی مثل امام بالا سر انقلاب های اون هست. یکی از این رهبران، حالا اسم اون کشور رو نمی برم، من اشاره بکنم جناب علی حضور ذهن دارید، گفته بود که خیلی از ما توقع نداشته باشید مثل شما عمل بکنیم، ما از داشتن نعمت فردی مثل امام خمینی محرومیم و چه میشه کرد، این هم شانس ما بوده. واقعیتیست این. حالا این وقت هست ما میگیم شخصیتی مثل امام از باب شخصیت حقیقی امام، یه وقت هست میگیم علاوه بر اون شخصیت حقیقی این جایگاه حقوقی به عنوان یه فردی که مردم او رو نایب امام زمان میشناسن، نایب پیغمبر میدونن، وقتی همچین کسی بالا سر کشوره، یه روز حضرت امام، یه روز حضرت آقا، مردم رابطهشون با یه همچین شخصی فقط این نیست که ایشون رهبر و رئیس کشوره، میگن حرف او حرفیست که به ما گفتند که در روزگار غیبت شما برید سراغ یه همچین کسی. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، میگن اینا حجت ائمه معصومین بر ما هستن، همونی که گفت انا حجت الله، میگه انهم حجتی علیکم. درسته. پس نگاه مردم نسبت به ولی خدا و رهبری که از طرف خدا معزونه، اونها رو فارغ از این که رجالشون سیاستمدارشون بیان پای کار نیان پای کار، اونا رو میبره کنار رهبر قرار میده. یکی از زیبایی های روز نه دی این بود، شما تو تمام راهپیمایی ها دیدیم و دیدید که معمولا مردم از باب ابراز علاقه به شخصیت های برجسته انقلاب تصاویر متعددی میارن. درسته. عکس بزرگان، رجال، سیاستمداران در کنار عکس امام و رهبری. در روز نه دی شما ببینید فقط ابراز وفاداری به خط سرخ حسینی است، که یعنی میگن ما عاشورایی هستیم، و تصاویر کسی که او رو فرزند امام حسین شناختن در این روزگار، گفتن پرچم حسین بر دوش اوست، یعنی رهبری. میبینید اصرار داشتن مردم که اون روز عکس دیگه‌ای غیر عکس امام و رهبری و از اون طرف پرچم های حسین. بله و شهدا. این یعنی بصیرت، این یعنی حواسشون جمعه، میخوان پیامم بدن به بزرگان، به شخصیت ها، میگن ما شما ها رو دوست داریم، در چارچوب ضوابط هم به قول یکی از خدا رحمت کنه شهیدی تو سپاه خیلی خوش نشد، میگو ما آقا مخلص شما هستیم طبق ضوابط. درست هم میگفته، طبق ضوابط. یعنی بی خودی ما دنبال افراد را نمیافتیم، بالاترین مقامات هم که داشته باشن میگیم آقا شما نسبتتون رو با این مرکزیت انقلاب و با این معیار دیگه میزان معلوم بکنید ما دنبالتون میگیم. آقای پناهیان هم تشوردن، دوستان من یک فرصت کوتاهی رو ما بدن که مهمان دوم ما هم بیان، ما در خدمتشون باشیم، بعد بحثمون رو دنبال میکنیم.
خب وقت شما بخیر. جناب حجت الاسلام علیه السلام، جای پناهیان هم رسیدن به برنامه. میدانید که به مناسبت فرارسیدن نهم دی ماه و گرامی داشت این حماسه پرشکوه، مجالس بسیار زیادی در سطح کشور برگزار شده و میشه امشب، فردا، دیروز، امروز. خیلی مراسم بسیار بسیار خوبی برگزار شده، حق هم همین هست. و اگر ما هر روز هم راجع به این حماسه عظیم سخن بگیم، باز هم خیلی از جهات مختلف رو شاید نرسیدیم و نگفتیم. یکی از اون مجالس هم مجلسی بود که در مسجد ارک تهران برگزار شده بود و از جناب پناهیان دعوت کردیم اونجا باشه و مجلسشون طول کشید که ما دیرتر توفیق خدمتشون داشتیم. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که جریان نه دی و برکات و انوارش برای همه بینندگان محترم سرشار باشه و از جانب پروردگار عالم هدایای خوبی در آینده بیشتر داشته باشیم از این نه دی. الهی آمین. آقای پناهیان، ما با جناب آقای صفار هرندی صحبت کردیم راجع به کلیت فتنه و بصیرت و چطور فتنه به وجود میاد، چطور بصیرت بالا میره. سوال من از جناب علی این هستش که خیلی ها گفتن که فتنه 88 خیلی نمادهای زیادی داره که ما رو برابر بکنیم با جنگ احزاب در صدر اسلام که همه پیمان بستند به تمامیت در مقابل انقلاب اسلامی بایستن. شما چقدر این تحلیل رو قبول دارید؟ بله، فتنه شباهت هایی با جنگ احزاب داشت ولی تفاوت های اساسی هم داشت. در این که مانند جنگ احزاب گروه های متعدد دور هم جمع شدن و محاصره کردن جامعه ایمانی ما رو تردیدی نیست، اما اون زمان جامعه پیامبر گرامی اسلام جامعه ضعیف و مظلوم و غریبی بود. منتها در جامعه ما در فتنه 88 واقعا جامعه ایمانی ما در اوج اقتدار به سر می برد و اگر فرصت تحرکی برای فتنه گران داده شد، این از باب سعه صدر نظام بود و از باب بالاخره مماشاتی که برای روشنگری لازم بود مدتی صورت بگیره. در میان مردم ما هم همین طور بود. بنده تصور نمی کنم که نه دی در یکی دو روز قبل از اون شکل گرفت و مردم یک دفعه‌ای به شور و هیجان آمدن که علیه فتنه‌گران قیام بکنن و مردم در همون نه دی یا یکی دو روز قبل از اون یک دفعه‌ای به یاد ارزش ولایت، ارزش‌های معنوی خودشون مثل امام حسین علیه السلام افتاده باشن. نه، من تصور می کنم که فتنه‌گران درست با همدیگه جمع شده بودن که علیه جامعه ایمانی عمل بکنن، ولی بسیار ضعیف عمل کردن و مردم ما میتونستن خیلی زودتر از اینها اقدام بکنن. اگر به خیابونها نریختن، فرصت به خواص دادن، گفتن اونا ببینین چیکار میکنن، و الا مردم یکی دو روزه که عاشق امام حسین نشدن، عاشق ولایت نشده بودن. بعد دیدن نه، مثل این که خودشون باید بیان تو صحنه، آمدن قائله رو تمام کردن با نه دی. لذا نه دی خیلی مقتدرانه بود، اما در داستان بدر مؤمنین خیلی مظلومانه گرفتار شده بودن در اون، ببخشید بدر نه، خندق و اون جنگ احزاب، خیلی مظلومانه گرفتار شده بودن در اون محاصره. ما خیلی مقتدرانه. من دوست دارم به این اقتدارش بیشتر توجه کنیم تا اون اتحاد احزاب مختلف که البته هم در جنگ احزاب به زودی فرو پاشید اون اتحاد، و هم در جنگ، در جنگ که نه، در این فتنه اخیر به سرعت فرو پاشید. و اینا جالبه، بعد از نه دی شروع کردن همدیگر رو زدن، حالا تفاوت ها و تشاهد. بله دقیقا، این توی گفتگوهای علنیشون هم بود و این میگفت تقصیر تو بود و اون میگفت تقصیر تو بود و میگفت از اول ما نباید رو اون حساب میکردیم و میگفت ما که گفتیم اینا مثلا نمیان تا آخر رو.
اون گفت چرا از اونا استفاده کردید، اونا آلوده بودن، و بالاخره حرفای متعددی علیه همدیگه زدن. از این جهت هم یه شباهتی با جنگ احزاب داره، چون اونجا هم وقتی که پیامبر گرامی اسلام با تدبیر و مقاومت خودشون اتحاد اونها رو در هم شکستن، اونا شروع کردن علیه همدیگه حرف زدن و اقدام کردن. ما در عاشورای سال 88 ببینیم که به خیلی از مقدسات اهانت میشه. اینها چه زمینه‌هایی رو میبینن؟ چه کسایی بهشون چراغ سبز نشون دادن که یه همچین رفتاری داشته باشه؟ ببینید، بی احترامی کردن به مقدسات ذات کسانی است که، یعنی در ذات حرکت‌هایی است که علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. کسی اهل رعایت و حرمت مقدسات باشه، هیچ وقت علیه نظام شعار سر نمیده. اینا اصلا تفکیک ناپذیرن. شما نمیتونید یه گروهی رو پیدا بکنید که اهل رعایت مقدسات به معنای واقعی کلمه، نه سوء استفاده از مقدسات، باشن و بعد اینا علیه نظام اقدام کنن، چون میدونن واقعا نظام مقدس جمهوری اسلامی احیا کرد مقدسات رو، احیا کرد معنویات رو، معنویات شیعی، معنویات اسلامی رو در جهان احیا کرد. لذا این خیلی طبیعیه، مردم ما هم این رو میدونن، زیاد بعید نمیدونن از یک جریان سیاسی که در ضدیت با نظام قرار میگیره کم کم کارش به بی‌حرمتی کردن به مقدسات بکشه. این محاسبه رو نکردن که ممکنه این اصلا کل جامعه رو به واکنش، شما زیاد انتظار عقل از دشمنان اسلام نداشته باشید. مگه یزید محاسبه کرده بود که با به شهادت رسوندن ابا عبدالله حسین، با دیار به دیار بردن اسرا و سر مطهر ابا عبدالله حسین داره خودشو نابود میکنه؟ مگه دشمنان ما عقل دارن این چیزا رو بفهمن؟ یعنی شما زیاد از اونها واقعا انتظار عقلانیت نداشته باشید. ولی زحمت که ایجاد میکنه این بیعقلیشون، خب براشون هم زحمت ایجاد کرد دیگه. من بعدم همین طور هست، اونها هی رفتار غیر عقلانی انجام میدن، ارز خود میبری و زحمت ما میبری. همین طور هست. در فتنه های آخر الزمان پیامبر گرامی اسلام فرمودن فإنها تبیر المنافقین، رسوا میکنه منافقین رو. ولی شما تا ظهور حضرت ان شاء الله باز خواهید دید که فتنه خواهد بود، فتنه گران میان ناشیانه عمل میکنن، خودشون رسوا میکنن، خودشون به دست خودشون حذف میشن. چقدر جمهوری اسلامی با نجابت برخورد کرد سالها با چه کسانی، و بدیهای اونها رو پنهان کرد، به روشون نیاورد، اصلا نه تنها به روی خودشون نیاورد، تو جامعه هم مطرح نکرد، به اونها عزت داد. ولی اینها یک شبه تمام این زحماتی رو که نظام برای حفظ آبروی اونها کشیده بود از بین بردن. یه دفعه جوونا رفتن سراغ نوارهای شهید دیالمه و گفتن آقا بفرمایید آقای دیالمه، از اول میگفتن اینا خطرناکن، و خب کسی نمیرفت قبلا سراغ این چیزا، میگفتن حالا با این نجابت برخورد کنیم، یه گوشه‌ای دارن کار میکنن، فلان کارشون نداشته باشیم. این که اینها بی احترامی میکنن به مقدسات، یه پایگاهش برمیگرده به ذات افراد. وقتی که ذات افراد دارای یک انحرافی بشه، یک پلیدی بشه، خواه نخواه این ناخواسته ازش سر میزنه، نمیتونه از یه جایی به بعد مقدسات رو رعایت بکنه. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی دیدن یزید داره اعتقادات خودش رو زیر پا میگذاره، اعتقاداتی که البته نداشت، تظاهر میکرد، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اول وحی و نزل، میگفت که بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اون آیه قرآن رو قرائت فرمودن حضرت زینب. کسانی که اهل بدی ها هستن آخرش میکشه به اینکه اعتقادات رو زیر سوال میبرن و اصلا یه نفرتی پیدا میکنن. من یه توی این جریان فتنه، خب خیلی ها دچار تردید شدن، بعضی هم حتی دچار اشتباه شدن، اشتباه تحلیل، اشتباه در تحلیل، اشتباه در تشخیص مصداق، بله. بعد متوجه شدن نه اینجوری نیست. حتی شاید بعضی تو اون تظاهرات اول و دوم اومده بودن بیرون، واقعا عدالت جویانه اومده بودن بیرون، برای حفظ نظام اومده بودن بیرون، برای حفظ انقلاب اومده بودن بیرون، دوستانشون اتفاقی بیفته خب براشون اینجوری جا افتاده بود که، ولی خب به سرعت اومدن کنار کشیدن و دیدید که چقدر این جمعیت به سرعت کم شد، جمعیتی که میخواست همراهی بکنه
با فتنه‌گران. خب اینا بعد از اینکه متوجه شدن کنار کشتن، خیلی امر طبیعیه، هر کسی اشتباه میکنه، ممکنه تعداد اشتباه کنندگان گاهی از اوقات زیاد باشه، قبلا زیادتر هم بوده این جور اشتباهات. واقعا اکثریت مردم پشت سر بنی صدر بودن نسبت به شهید بهشتی حرف میزدن. حالا شاید الان ما به احترام شهید بهشتی نتونیم این حرفا رو به صراحت بزنیم، ولی آقای صفار حتما بهتر از من یادشونه، واقعا اینطور بود. خیلی ها که در تشییع جنازه شهید بهشتی شرکت کردن واقعا توبه و استغفار داشتن، خیلی دیرتر هم بیدار شدن، یعنی کار که از کار گذشت و اون همه عزیز ما از دست دادیم بیدار شدن. ولی تو فتنه اتفاقا خیلی سهل‌تر برخورد کردن مردم و به سرعت این بیداری حاصل شد. منتها بعضی هم واقعا باقی موندن دیگه، بالاخره یه دندگی کردن. من چند نفر از این رفقامون که خب تنبه حاصل نکردن، از یکی از رفقا پرسیدم که اینا حالشون چطوره، دیگه الان روشن شده یا نه. گفت اتفاقا جلسه شون رفته بودم، قبلا روزه میگرفتن، اخیرا نشسته بودن دور هم میگفتن که حالا تو تاریخ معلوم نیست بعض زینب اینقدر هم بی احترام کرده باشن که حالا اینا میگن، عالمشون میگفته ها. ببین کار به کجا میکشه، آدم دیگه مجبور میشه به خاطر حالا فتنه چه ربطی داره به اون داستان. شما اهل روزه بودید، همون هوای نفس است، همون بله دنبال تلاش میخواد انکار کنه حتی مظلومیت از زینب رو. درسته، این چون معیار دیگه خودشه، معیار میزان خودش میشه، میزان حق نیست دیگه. آقای صفا من یه جمله هم اضافه کنم، خیلی عذر میخوام کلام شما رو قطع میکنم، میخوام اون وجه خارجی قصه رو بهش اشاره کنم. دشمنان ما اولین اهتمامشون شکستن حرمت مقدساته. زیارتگاه بقی تا سالیان سال زیر نظر علماء اهل سنت زیارتگاه بود. از اون وقتی که دشمنان اسلام انگلیسی ها پاشون به این منطقه باز شد، تخریب قبور ائمه هدا بلکه صلحا آغاز شد، شکستن مقدسات شروع شد. اینا مثلا جنگ بین انواع مذاهب اسلامی نیست، انگلیسی ها هر جا برن، حالا انگلیسی ها به عنوان مصداقی که از قدیم بیان میشه، صهیونیست ها، جریان استکبار، اونا اولین اقدامشون توهین به مقدساته. اینا از اون وقتی که تو این منطقه پاشون باز شده این کارو کردن دیگه. شما یادتون میاد عوامل انگلیس وقتی که حمله کردن برای خراب کردن کربلا و نجف و اونجا رو به آشوب کشیدند، و اینا تاریخ هاییست که زیاد گفته نشده. خیلی ها فکر میکنن اگر اینا رو بگن بحث شیعه و سنی، اصلا شیعه و سنی نیست. بله. سنی های محترم همه علاقمند به ابا عبدالله الحسینی میشه، بله، اهل بیت رو دوست دارن. هم کسانی که منحرف میشن یه ضدیتی با مقدسات پیدا میکنن، هم طبع دشمن ما اینطوریه که نمیتونه مقدسات تحمل بکنه، اگرچه در نهایت هم به ضرر خودش تموم میشه، ولی اون عقلانیت هم نیست. درست، خیلی متشکرم. جناب آقای صفار، از خرداد ماه تا دی ماه یه حدود 8 ماهه. از این 8 ماه وقتی فرمایشات هست آقا رو گوش میکنیم، وقتی دیدارهایی که هست آقا دارن و اتفاقاتی که توی جامعه میفته، یه حلمی رو آدم توی رفتار آقا، توی گفتار آقا، توی دستورهایی که برای رسیدگی به اعتراضاتی که هست از آقا میفرمان نسبت به انجام مر قانون و اون چی که تاب و نعل به نعل بر قانون اساسی هست، و بعد میبینیم که آقا خیلی صبورانه و با حلم و حکیمانه این هدایت میکنند این مسیر رو، تا در واقع روزی که 9 دی میشه و ما میبینیم که به قول جناب عالی که خوب هم اشاره کردین، مردم فقط تصویر امام آقا دستشونه و تو این راهپیماهای میلیونی در سراسر کشور یه دفعه خودجوش میان تو خیابونها. این صبر و حلم آقا رو تحلیل شما چیه؟ من حیفم میاد یه نکته ای رو اضافه نکنم به فرمایش جناب آقای پناهیان. یکی از دلایل وقوع فتنه کنار هم قرار گرفتن جریان دشمن و جریان خودی، یعنی شما در همه مواردی که یه اتفاق بد افتاده، وقتی کاوش میکنید میبینید رد پای دشمن آشکار. حالا کسی ممکنه که کفر خودشو پنهان کرده باشه، ولی تو جامعه مسلمین جزو بقیه کناره.
اما اونجایی که همین آدم‌ها گره می‌خورن به اون دشمن آشکار بیرونی، اینجا بالا می‌گیره قصه. حالا چرا این کار رو می‌کنن؟ دلایلش متعدده. یکیش این است طرف وقتی نگاه می‌کنه می‌بینه به طور طبیعی زورش به رقیب نمیرسه، فکر میکنه اگه کمک بگیره از بیرون، جک بزنن بیرون یا زیرش، اینجوری میاد بالا. منتها اون جک ها معیوبه، یعنی کارساز نیست. این اون نکته اتفاقا ربط داره به پاسخ به فرمایش شما. رهبری یه رهبری سیاسی نیست، رهبری اعتقادی است. عرض کردیم که نایب امام زمانه، شأن امام هدایت، یعنی شأن ابتداییش هدایت. امام برای این است که علم و پرچم هدایت برافراشته باشه، افراد راه رو گم نکنن. اینطور نیست که امام برای این اومده که حالا انتقام بگیره از افرادی که خلاف مثلا نظر ایشون گفتن. تا میشه مدارا میکنه، تا میشه تبیین میکنه، تا میشه میاد توضیح میده که این خطبه های ایشون در روز 29 خرداد واقعا آدم، من همون موقع که از نماز جمعه اومدم به بعضی از بزرگانی که اونجا حاضر بودن، هم چشماشون اشک بار، گفتم حقیقتا میشه گفت که این خطبه ها پشتش هدایت الهی نبود؟ مگه میشد اصلا بدون هدایت الهی اینجور حرف زد که دلها اینقدر راحت در برابر این کلام نرم میشد؟ و من عرض کردم قطعا، چون خبر دارم برآوردهای تو صحنه این رو نشون میداد که بعد از 29 خرداد 9 دهم جریانی که بر اسب توهمات و ظن و گمانهاشون که ترامپ تقلب شد چه میومدن تو خیابون، دیگه نیومدن. کار امام هدایت. آقا این 8 ماه رو از یک سو این مسیر هدایت دائمی رو دنبال می‌کردن، از سوی دیگر دستگاه‌های مربوطه رو پای خط پای کار می‌آوردن. اونجایی که لازم بود صلابت به خرج داده بشه، صلابت. هر جا یه ذره زیاده روی می‌شد می‌فرمودن این کار غلطه. چند بار لیست آوردن جلوی ایشون که این افراد باید دستگیر بشن. از آقا فرمودن حالا شما دنبال این چیزا چرا هستید؟ برید کارهای دیگر رو بکنید. امتناع میکردن از اینکه اون چیزی رو که یه عده‌ای خیال میکردن اگه مثلا عمرو زید و بکر رو اینها دستگیر بشن ماجرا تموم میشه. فرمودن نخیر، شما خودتون رو دارید فریب میدید، اینجوری تموم نمیشه. شما برید اون شبکه‌ای که ارتباط بین داخل و خارج رو وصل کرده اونو به دست بیارید. میدونستن ایشون با حکمت با این تجربه های طولانی یافته بودند که همیشه این فتنه ها رد پای دشمن توش هستش، او داره تأثیر گذاری میکنه. بله همینجوری هم بود. و اتفاقا وقتی که بچه های امنیت و اطلاعات ما در بخش های مختلف دستگاه های مختلف وقتی مشرف به یه همچین چیزی شدن، بیان که احتیاج باشه بعضی از اون سران دستگیر بشن، فتنه و قائله جمع شد. البته اون میخ نهایی رو بر تابوت فتنه 9 دی زد، اما خیلی کارهای دیگه قبلش شده بود که حول و حوش فتنه رو جمع داشت میکرد. این محصول این حلمی بود که حلم منفعلانه نبود، با حزم و دوراندیشی، توأم با صلابت، با حکمت، با رعایت حال کسانی که حتی اگر دشمنی کرده بودن، ایشون می‌فرمودن دشمن رو هم بهش ظلم نباید کرد. نسبت‌هایی داده بودن به کسانی که تو فتنه بودن، نسبت‌ها زیاده بود، یه چیزی بیشتر از واقعیات. فرمودن شما در مورد اینا حق ندارید این چیز اضافه رو بگید. من خبر دارم بعضی از رسانه های ما رو که اشتباهاتی کرده بودن صداشون کردن، از دفتر ایشون گفتن شما اینجا رو زیاده روی کردید، این حق نبود. درسته که اینها خیلی از خودشون رذالت نشون دادن، ولی شما در چارچوب همون اتفاقی که افتاده باید با اینها برخورد بکنید. این
چیزی که مردم از رهبری دیدن به گمان من ایشون بعد از فتنه مریدای جدید پیدا کرد. از میون همون کسانی که راه رو گم کرده بودن، وقتی متانت، وقتی آرامش ایشون رو، وقتی این تواضع ایشون رو دیدند که در حالی که خیلی ها مستحق و سزاوار این بودن که بیان عذرخواهی بکنن نکرده بودن، ایشون میومد عذرخواهی میکرد. ایشون اونجایی که نباید، اصلا حق نبود که ایشون بخواد زیر بار یه مسئولیتی بره که بر عهده دیگران بوده، ایشون میومدن و میان هنوزشم ایشون به حضرت امام این تواضع رو به خرج میدن. خیلی از بزرگان دیگه ما حاضر نیستن یک کلمه بگن بابا در فلان چیز مخالط اشتباه کردیم. یک کلمه بگن خیلی مشکلات حل میشه. درست. خب دوستان، من یک گزارش مردمی رو آماده کردن مصاحبه کردن با تلوی از همتان عزیز، ببینید در خدمت شما خواهیم بود. خب ادامه فتنه بود که روز عاشورا به برکت روز عاشورا اینا منهدم شدن دیگه و نوئده حجت را تمام کرد و مردم به صحنه اومدن. نوئده راهپیمایی عظیمی که مردم انجام دادن، جواب دندان شکنی به اینا داده شد که دیگه الحمدلله بعد از اون ادامه پیدا نکرد شورشای اونا. نوئده اومدن، ملت ایران با اون شور هیجانشون جواب اونا را دادن، یه حماسه دیگه اجرا کردن و این که میگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا پیاده شد. ما همیشه تو روز عاشورا هستیم و همیشه سرزمین ما کربلاست. به وقتش که بیاد مردم خوشو نشون میدن، کربلای درست میشه و میان خوشو نشون میدن. یعنی واقعا خیلی روز خوبی بود. توی فرمایشات قبلیتون یه اشاره کردید، گفتید که مردم هی منتظر بودن از این خواص یه رفتاری ببینن، یه حرکتی ببینن، یه تحلیلی بکنن که بالاخره اونها هشدار بدن. بحث اون قبل از اینکه جناب علی تو برنامه حضور داشته باشید با یه سفارم همین بود، به دلیل نوع اطلاعاتی که دسترسی داره، نوع جریانات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی که می‌بینه، همین انتظارم ازش میره. اما چه شد که اینها خواص رو پس زدن مردم و خودشون اومدن تکلیف رو روشن کردن و به گونه‌ای شد که روز نهم دی ماه در فرهنگ عمومی کشور نام گرفت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، شد انقلاب سوم، شد این که باید کارشناسان بنشینن تحلیل بکنن ببینن که ضعف این خواص در کجا بوده و چرا این اتفاق افتاد. بله، اگر اجازه بدید اون سوال قبلی که فرمودید برادر مولای صفار توضیحاتی رو دارم، من از اونجا شروع کنم. بله، به همین نکته برسم. یعنی بله، باز با هم مرتبط اتفاق، چون مباحث بالاخره به هم ارتباط دارن. مردم ما یه شعاری میدن و شعار خوبی هم هست، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. واقعا مردم ما اهل کوفه نیستن. خب من کوفیان چه ویژگی‌هایی داشتن که مردم ما ندارن؟ یکی از ویژگی‌هایی که تو کوفه رواج داشت این بود، یکیش رو دارم عرض میکنم، که وقتی امیرالمومنین صبورانه و بردبارانه با سعی صدر با برخی مشکلات برخورد میکردن، مردم کوفه بر نمیتافتن. حالا مردم کوفه از خوب خوبشون که دیگه بروش هیچ حرفی نیست، مثل مالک اشتر گاهی اعتراض میکرد به امیرالمومنین که نمیخوام خدا نکرده تنقیصی برای شخصیت مالک اشتر بشه، چندین بار ثبت شده که آقا شما چرا این کار میکنید؟ آقا میفرمود آخه باید مثلا با مدارای بیشتری برخورد کرد. تا اونجایی که خوارج یکی از ویژگی‌هاشون این بود که بردباری های امیرالمومنین نمیتونستن تحمل کنن. اصلا علت قیامشون هم این بود که شما چرا کوتاه اومدی؟ اونا دیگه کاسه از آشتاق‌تر شده بودن مثلا. ولی مردم ما چون مردم کوفه نیستن، تو این 30 سال هم با این ویژگی امامت و ولایت که فرمودن هدایت توأم با سعی صدر هست، آلت و رئاست سعت و صدر که اصلا تصریح شده، با این خو گرفتند و تربیت شدن. مثلا مردم تحمل بنی صدر رو توسط امام دیدن،
تحمل دولت بازرگان رو دیدن همراه با قاطعیت، تحمل خیلی از جریان ها رو دیدن که بعد از شاید 6 7 سال بود که آقای منتظری رو امام بعدن معلوم شد در طول این مدت تحمل کردن، خب اینا رو دیدن. بعد سید صدر آقا رو در دوران اصلاحات مثلا دیدن، با اینکه خیلی از موارد بود که صریحا مخالف نظر ایشون بود، ایشون چقدر با سید صدر برخورد کردن. مردم ما آشنایی با این سید صدر داشتن. اهل کوفه نیستن یعنی اینکه این سید صدر رو هم میپسندن هم میفهمن. خود مردم ما هم دارای این سید صدر شدن و اگر تا نه دی طول کشید که این مدت تا این فتنه جمع‌آوری بشه، واقعا من ناشی از سید صدر مردم میدونم، ولی نه اینکه این همه لازم باشه طول بکشه تا مردم بیدار بشن. انصافا اینطور نیست. شاید قبلا شبیه به این بوده و طول میکشیده تا یه مقداری تا مردم بیداری حاصل بشه براشون یا برای غالبشون، ولی واقعا این ایام دیگه اینجوری نیست. خب در روایات هست، در ضرب المثل ها هست که باید بگیم اعوذ بالله من غضب الحلیم، به خدا پناه میبریم از غضب کسی که حلیمانه داره برخورد میکنه. مردم ما تو این فتنه واقعا حلیمانه برخورد کردن، مثل مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری هم به خاطر خصلت ولایت اینجوری برخورد میکنن. اصلا یکی از ویژگی های ولایته. تمام مظلومیت ولایت هم در طول تاریخ مال همین سید صدر بوده که ازش کوتاه نیومدن. با حلم و با بردباری و با روشنگری و با تعنی کار کردن، فوقش مظلوم شدن دیگه، ولی از این کوتاه نیومدن. حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا هم که تشریف میارن این خصلت رو دارن، ولی دیگه نیازی نیست زیاد صبر کنن به خاطر بصیرت مردم. دقت فرمودید. و خود مقام معظم رهبری هم وقتی اوج بصیرت رو مردم به نمایش گذاشتن، نه پیدا کردن، به نمایش گذاشتن، دیگه بعدش خیلی راحت تر با این قصه برخورد کردند و که قصه جمع بشه و مردم واقعا از این ماجرا عبور کردن. بنده میخوام در تکمیل عرض خودم که انتشار خواص، بله، پاسخ هستالی، بعضی وقتا خواص فریب میخورن. یعنی چی؟ دچار اشتباه تحلیل میشن؟ بله، از حلم مردم فکر میکنن مردم متوجه نیستن. این خیلی اتفاق افتاده ها. یا آیا دوستانی ندارن که حدیث هست میفرماد که با این آدما رفاقت نکن، دور رو برات نزدیک جلوه میده، سراب رو برات آب جلوه میده. آیا اینها دوچار یه همچین مشاوران و دوستان و همفکرانی نشدن که؟ چرا، یکی از عواملش میتونه این باشه، ولی آدم هر کی فریب بخوره خودش فریب خورده، آخرش گناهش گردن خودشه. گردن خودشه، بله بله. ببینید بنی صدر سعه صدر امام رو وقتی میدید هنوز داشت فریب آراء خودشو میخورد. هر کی تو این مملکت زمین خورده تو امتحانها دوچار یه توهم درباره طرفداری زیادی مردم از خودش شده. هر کسی امام یه فرمایش داره، میفرماد که نگویید من، بگویید مکتب من. خاطرتون هست؟ و اونها من رو آره. به پشتبانه آره. طرفداری مردم از خودشون آره. تلقی میکنن. آره همین جا، همین جا، همین درسته. این فرموش همینجا امام فرمود. درسته، بله همینطوره. گفت دچار این اشتباه نشید. مردم طرفدار شما نیستن، مردم طرفدار اسلام هست. هر کسی تا حالا منحرف شده تو این جامعه، حالا آیه صفار آمار بیشتر از بنده شاید در دستشون باشه، هر جریان انحرافی یکی از ارکانش این بوده که توهمش دوستان توهم شده که مردم رو خیلی بیشتر از این حرفا قبول دارن. این منم طاووس علیین شده. درسته؟ بعد یه دفعه حلم مردم که به پایان رسیده فهمیدن نه بابا مثل هیچ خبر نیست، خیلی آبروریزی شد. و دیگه اون موقع خیلی دیره. برخی از خواص کم بصیرت، حالا بی بصیرت نمیگه، بی بصیرت ها همین دوستان این توهم میشن. کم بصیرت ها وقتی که حلم مردم رو میبینن فکر میکنن مردم به اصطلاح این سعه صدرشون نیست که دارن تحمل میکنن، فکر میکنم مردم دچار تردیدن، فکر میکنم مردم به حقانیت راه شک کردن، اینا هم سعی میکنم با احتیاط بیان جلو، در حالی که واقعا بدنه مردم خیلی قوی تر از اینه. من یه مثال بدون نام بردن بزنم که این نجابت صدا و سیما هم مثل نجابت نظام هست که بالاخره صدا و سیما خیلی از شعارهای مردم تو نه دی رو پخش نکرد. مردم هم میدونن این رو پخش نمیشه، به دلیل اون نجابتی که کلن همه ما داریم و امام و رهبری همین نجابت رو تثبیت کردن تو جامعه. من همین نجابت رو رعایت میکنم، با اسم نمیبرم.
در جریان 18 تیر وقتی که مردم 23 تیر اومدن خیابون، به بعضی ها گفته شد آقا بیاد سخنرانی کنید. تعبیرشون این بود که نه، مردم نمیان، ضایع میشیم، نمیان. بعد دیده بودن از تلویزیون چقدر مردم 23 تیر اومدن، اونها میدونستن اینقدر اومدن میومدیم. حالا خدا که میدونه، خودشون که میدونن که چه کسانی بودن. این یعنی چی؟ ضعف تحلیل خواص، که حالا حداقل نام کم بصیرت میتونیم روشون بگذاریم، که فکر میکنن این حلم مردم ناشی از تردیدشونه. نه، مردم واقعا پای قصه هستن و اونجایی که باید نشون بدن خدا اصلا هدایتشون میکنه، به خاطر قولی که خداوند متعال داده و یک جامعه ولایت مدار رو اگر یه مسیری رو هم اشتباه بره مسیر بعدی رو اصلاح خواهد کرد. منتها خواص نباید دچار توهم بشن. یک کلامی هم از کلمات امیرالمؤمنین من در رایانه خودم دارم که درباره فتنه ها حضرت تحذیری دارن. فرصتی شد من اون کلام رو میخونم که این تن خواص رو خیلی میلرزونه. درست که میفهم. بعد اونو از اون متن میخونیم. بله. میخونیم. خیلی بله. جالبه برای اینجا. بسیار کلام خوب. دوستان من اشاره میکنن که شما بیندگان محترم پیام های فراوانی رو به برنامه ارسال کردید. اولا از توجه و لطف و نظرتون به برنامه سپاسگزاریم. آیه صفار، یه سوالی که توی پیام بیننده هست اینه که از آیه صفار بپرسید برخی از خواص بعد از نوح دی و اینی که مردم آمدن و کار رو یک سره کردن، اما برخی از خواص با گذشت 10 روز 15 روز یه ماه شروع کردن اظهار نظر کردن و هنوز جرأت این که بیان و صراحتا نظرشون رو بگن و از اون برخی از اون اشتباه تحلیل هایی که داشتن و اشتباه تصمیم هایی که داشتن برگردن و در واقع تکلیف خودشون رو روشن بکنن، با تردید ورود کردن. چرا؟ یه اصطلاحی توی افواه مردم کوچه و بازار هست، وقتی یه نفر دل نمیده به یه حقیقتی میگن دوزاریش نیفتاده، یعنی تأخیر فاز داره در فهم. حالا این آدم میتونه عالم باشه ولی تأخیر فاز در فهم هم داشته باشه. این هم خودش مراتب داشت. ما داشتیم کسانی رو که روزهای اول از همون خواص، آقا این سالها مسئول بوده، سالها تصمیم گیر بوده، سالها مناسب حساس در اختیارش بوده، توقع ازش میره. این که در حقانیت این توقع که تردیدی نیست، ما یه جور میخوایم کمک کنیم به این افراد، میخوایم توجیه بکنیم. این همون نجابت هست. درسته. کسانی برآوردهاشون برآورد درستی نبوده. البته این برآورد یه چیزی مقدمه بر تحلیله، چون تحلیل رو مبتنی بر برآورد انجام میدن. برآورد یعنی این که طرف مثلا برآورد اطلاعاتی اینه که بگه الان تو این صحنه چه اتفاقهایی داره میفته، اینا رو کنار هم بگذاریم بعد تحلیل میکنیم. گاهی کسانی همین برآورد اولیه‌شون غلطه. مثلا فکر میکنن که این آدمایی که توی صحنه هستن اینا بیشترشون فلانی هان، در حالی که در همون حال اگه دقیق‌تر میرفتن رصد میکردن معلوم میشد که اونا در اقلیت بودن توی این صحنه. اینا اشتباه کردن، خیال کردن همه دارن تو خیابون یه چیزی رو میگن، که این فرد مبتنی بر این برآورد بعد میاد پیشنهاد مصالحه میده، در حالی که اصلا جای مصالحه نبوده. چون برآوردش غلطه، مثلا فکر میکنه در فلان روز تعداد کسانی که اومدن تو این صحنه داشتن علیه نظام حرف میزدن با اون کسانی که داشتن از نظام دفاع میکردن اینا برابرن. میگه چون برابرن این محیط رو ما باید یه جور مدیریت بکنیم، خطرناکه. در حالی که واقعیت امر این بوده که اینا مثلا 1-5 بودن نسبتشون، نسبت به وفادارانه به نظام تو اون صحنه. برآورد غلط طرف رو به نتیجه گیری غلط میرسون. لذا حضرت آقا تو همین بحثای اخیرشون چند بار این نکته رو یادآوری کردن که تشخیص غلط، این برآورد غلط، رسوندن مسئولان ما به یک جور محاسبات نادرست،
اشتباه محاسباتی که ایشون گفته یعنی برآورده غلط. اشتباه محاسباتی طرف رو زمین میزنه. شاید نیتش نیت شر هم نیست، آدم سالمیه، وفادار به انقلابه، اما اشتباه محاسباتی داره. نتیجه این میشه که حلیم دشمن رو هم میزنه، بخواد نخواد این اتفاق میفته. توی صحنه اون 8 ماه یه عده‌ای به دلیل همین تأخیر فاز در فهم صحنه و محاسبه غلطشون، یکی یه ماه بعد بود که دوزه با زمان تأخیری به تصمیم میرسن، یکی 3 ماه بعد، یکی باید حتما 9 دی اتفاق میافتاد تا او متوجه بشه که الان دیگه باید یه کاری بکنه. البته ما میگیم مرحبا، بازم شما باز هم بهترید از اون کسایی که 9 دی رو هم دیدند، بازم ایمان نیاورد. بسیار خوب، اجازه بدید دوستان من یک برنامه کوتاهی رو پخش میکنن، بعد در خدمت شما هست. مجموعه جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، همه تیغهای دشمن در مقابل اونها کند میشود. بصیرت اینه. بصیرت وقتی بود غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند، اونها رو به اشتباه بیاندازه. اگر بصیرت نبود انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد. يا ربي وفقني إلى سبل الهدى يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات يا ربي وفقني إلى سبل الهدى. آقای پناهیان بفرمایید. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام کلامی دارن که این کلام اصلا خوشایند برخی از خواص نیست، ربط هم به فتنه داره، خیلی جا داره که الان بحث بشه. در خطبه 192 میفرماید الا فالحذر الحذر، دوبار حذر میدن، من طاعت ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم. بر حذر باشید، بر حذر باشید از طاعت بزرگترای جامعه، همچنان خواص دیگه. حالا این ساداتکم و کبرائکم، بزرگان جامعه کیا هستن که باید به پرهیز انسان از اطاعت اونها؟ از کسانی که تکبر میکنن، ان حسبهم یعنی بر اساس حسب و نسب هایی که دارن و سوابقی که دارن احساس تکبر میکنن. بعد این ویژگی هایی رو هم برای اینها برمیشه مرن که اینها میان مشکلات بزرگتر نشون میدن، نعمات کوچیکتر نشون میدن، که واقعا اون ویژگی ها توی برخی از این خواص به رأی العین دیده میشه. بعد میفرماید فإنهم قواعد و اساس العصبیه و دعائم و ارکان الفتنه، اینها ارکان فتنه هستن. خب ببینید، خود امیرالمؤمنین از بزرگان جامعه است. ولی یه بار دیگه جلو رو فرمایید. فإنهم قواعد و اساس العصبیه و دعائم و ارکان الفتنه. اصلا تکلیف رو روشن میکنه. این افرادی که تکبر میکنن به خاطر جایگاهشون، که همین تکبر هم هست که نمیگذاره اون برآوردن هم درست انجام بدن. چون کسی مو براش حجاب میشه دیگه. بله، حجاب میشه. بله، آدم معمولی میتونست اون برآورد رو راحت داشته باشه و بعد تحلیل درست رو هم داشته باشه. خواص تو جامعه این که توسط امیرالمؤمنین تربیت شدن، چنین کلماتی رو مردم میدونن، نباید احساس امنیت بکنن. هیچ کس نباید احساس امنیت بکنه. شما تا کی اعتبار دارید؟ تا اون وقت که تو راه هستی، بعد دیگه اعتبارت از بین میره. مردم مرگ تو رو در خیابون‌ها خواهند خواست، مردم اعدام تو رو تقاضا خواهند کرد، دیگه به هیچ چیزم نگاه نمی‌کنن. آقا این سید عام، عالم، جاهل، نمی خوش سابقه است، بد سابقه است، هر کی میخواد باشه. چرا مردم ما مردم کوفه نیستن؟ چون مردم ما این کلمات امیرالمومنین رو روش حساب باز میکنن، دریافت میکنن، و واقعا مردم ما اهل فهم این معانی هستن.
هیچ گوشه امنی برای خواص واقعا وجود نداره. بنده تصور میکنم که ما باید اون علاقه برخی از خواص و نخبگان رو به برخی امور که نمیخوایم ازش یاد بکنیم، ساده ترینش حب اعتبار و مقام هست. یعنی واقعا شاید غرض و مرضی نداشته باشن و آدمایی هستن که با ولایت هم حاضرن کنار بیان، ولی یه مقدار حب مقام و اعتبار به همون درصد آدم که عقب میندازه. مثلا آدم بخواد هم برای مملکت کار کنه، هم به مردم خدمت کنه، هم اعتبار خودش رو حفظ کنه، هم به ولایت معتقده، سرجم این سه عنصر کنار هم دیگه خوب نیست. تأخیر میفته. ببینید نتیجه تابع اخص مقدمت اینه به قول طلبه ها. در این مقدمه یه دونه عنصر بد وجود داره، ولایت مداری تو درست، خدمت به مردم تو هم درست، خب اعتبار خودت هم میخوای حفظ کنی، چی بود این وسط؟ این سه تا که کنار هم دیگه جمع میشه، یه دفعه همین اعتبار موجب میشه از خدمت به مردم یه جای کوتاه بیاد. هر جا فرض بکنین که اینجا به اعتبارت لطمه میخوره، کمش میذاره، کمش میذاره. هر جا فرض بکنین که اینجا جایگاه تو رو رعایت نکردن، بهت بر میخوره. این برخوردن و یواش یواش باعث میشه که بگی آقا ما، ببین با ما چت. بله همینطور میشه. یعنی کاملا از ولایت کوتاه میان. یه دفعه میخوان نه سیخ بسوزه نه کباب، بین حق و باطل میخوان تعادل رو حفظ بکنن. بعضیا میدونید بعضی از این خواص خیلی دچار این اشتباه میشن، میخوان تعادل رو نشون بدن، بین حق و باطل میان وسط وای میستن. ابو موسی اشعری همین طور بود. ابو موسی اشعری چرا به امیرالمومنین تحمیل شد؟ بعضیا میخواستن ادای ابو موسی اشعری رو در بیارن تو این فتنه، ولی خب واقعا جای بروز پیدا نکردن، چه برسه این که بخوان تحمیل بشن. امیرالمومنین فرمود خب این مذاکره است مالک اشتر باشه، گفتن نه. فرمود ابن عباس باشه، ابن عباس خیلی سهلگیرتر بود، گفتن نه باید ابو موسی اشعری باشه. حالا ابو موسی اشعری جستش چی بود یا قیافه‌ای که میگرفت؟ میگفت در فتنه ها نباید دخالت کرد، این دعواها برای جامعه ضرر داره. چه بحث اخلاقی قشنگی میگن. ظاهرش خیلی عامه پسنده. اینا درسته، نه عامه ماها، عامه کوفه رو در دلشون بود. بله بله. من واقعا میخوام شب نوهده یکمی مردم رو حق مردم ادا کنیم. واقعا مردم ما ابو موسی اشعری مسلکی رو نمیپسندن. اصلا بنده جایی مثلا منبر میرم، یکمی میام مثلا بین حق و باطل یه راه میانه ای رو برم، اصلا جوانا تحمل نمی کنن. میگن شما چرا این نگفتی؟ شما چرا؟ مطالبه میکنن رسما. همون جامعه نجیب که دو دقیقه 90 می ایسته و صبر میکنه و بعد دیگه شاید دقیقه 90 گل سازنده خودشو بزنه، حالا از ادبیات فوتبال بخوایم استفاده کنه. بسیار خوب. آیه سفر هرندی، ما از روز 23 بهمن 1357 گروه ها، جناح ها، داخل، خارج شروع کردن برخورد و مقابله با انقلاب اسلامی. جز به براندازی هم به هیچ چیز دیگه راضی نشدن. سال 57، سال 58 کودتاهای مختلف که شما به یکی دوتاش اشاره کردی، جنگ تحمیلی، اتفاقاتی که در سال 78 رخ داد، اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد، این نشون میده که تا ما هستیم دشمنان هستند. تا حق دو صفحه حق و باطل سفارایی در کنار هم دارند، این منازعه و این مناظره و این مبارزه ادامه داره. این سفارایی هست دیگه، سفیدی و سیاهیه. این یعنی این که فتنه باز هم خواهد شد و باز هم فضا گرد و غبار خواهد شد. هستن کسانی که بصر دارن اما بصیر نیستن، عین دارن اما بینا و روشنگر نیستن. چه بکنن که و چه بکنیم که دوباره هم فتنه رو بشناسیم، هم آشنا باشیم و همین که به اون بصیرتی که لازمه بیرون آمدن سلامت از این طوفان و گرد و غبار فتنه است رو آموخته باشه. اولا یه بحثی حضرت آقا دارند، در گذشته فرمودند که این رافع بعضی نگرانی ها هم هست. بعضی ها تا میبینن که یه اتفاق افتاد، یه گروه دیگه جدا شدن از انقلاب، هی چرتکه میندازن، میگن خب اینجوری که همه دارن
از دست میرن. یه روز مثلا جبهه ملی و نهضت آزادی و منافقین و بنی صدر آقای منتظری هم مثلا چنان شد دیگه، اینا که یارای نزدیکه چی میشه تهش چی میونه؟ اونجا میفرمایند که صدر اسلام هم همینطور به موازات از میدان به در شدن بعضی از اون خواص مشهور، خداوند به امیرالمومنین یه یارانی رو عنایت کرد که اینا شاید دوره پیغمبر خیلی جوان بودن، نوجوانی بودن، بچه بودن، ولی حالا دست اومده بودن، حالا شدن یه رجلی مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر و امثال هم. این رویش هایی که در مرور ایام در طول انقلاب اتفاق افتاده و همین امروز، کسانی که نه جنگ رو دیدن نه اون صحنه های خطیر سالهای اول انقلاب رو، نه امام رو درک کردن، ولی مؤمنانه تو این صحنه وایستدن و همراهی با رهبرشون میکنن، اینا رویش های انقلاب هن. وقتی آدم چشمش به این رویش ها میفته، از دست دادن اون افرادی که ریزش های انقلاب هستن تحملش براش آسون میشه، یعنی حس میکنه که انگار خداوند طبق همون قاعده‌ای که فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، این دیگه وعده الهیست، خداوند به موازات کم آوردن شما یه کسایی رو میاره که اونها خصوصیاتشون اینجوریه. ما الان شاهده همچین چیزی هستیم. اونی که این قضیه رو دامن میزنه اول اراده خداوند، واقعا اگه خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. خدا خواسته که تو دل جوانان ما گرایش به سمت حق روز افزون بشه. این شبهای ماه رمضان واقعا دل آدم رو صفا میده، وقتی میبینه این جوانها پر میکنن مساجد رو، اون اعتکاف ها، اون گرایش های در ایام ماه محرم و سفر. همین الان که ما داریم حرف میزنیم، هزاران نفر از جوونا، بچه های این مملکت بلند شدن رفتن تو این راه پیمایی اربعینی که سال یه نمایش در حقیقت وفاداری و نمایش امام شناسی است. در اون تظاهرات میلیونی مردم دلبستگی به ساحت مولا ابو عبدالله حرکت کردن رفتن اونجا. خیلی از بچه های ما، دانشجوهای ما، نمیدونم اساتید ما، شخصیت های محترم روحانی و غیره، اینا رویش های ما هستن. چجوری اتفاق افتاده؟ اول عنایت خدا، دوم چشم دوختن به لبهای رهبری، بالاتر از لبهاش تنظیم کردن فرکانس خود با او. گیرنده ها رو باید جوری قوی تنظیم بکنن که وقتی تو دل او خطوراتی وجود داره، توی چهرش شاید بشه از این چین و شکن چهره و ابروانش بشه فهمید که چی میخواد بگه. الان بچه های ما این حالت رو دارن. تنظیم کردن خود با آهنگ رهبری، خود آقا فرمودن اکتفا نکنید به خوندن فقط روزنامه و خبرهای روزمره، برید این آگاهی هاتون رو عمق ببخشید. و من اینجا میگم این هدیه بزرگی بود آقا به بچه های ما دادن. مبادا که در این شوری که لازمه حضور امروزی است متوقف بشید، این شور رو به یه شعور مستمری باید پیوند بزنید، این آگاهی ها رو عمق بهش ببخشید. با نهج البلاغه باید محشور بشیم، با قرآن باید انس بگیریم، پای کلام معصوم باید زانو بزنیم. میخواییم که به فتنه نیفتیم، میخواییم بصیرت داشته باشیم. بصیرت یعنی اینا. درسته. ما یه 5 دقیقه کمتر بیشتر فرصت نداریم. حالا که در خاصیت کلام معصوم هست، خود حضرت رضا هم فرمود دیگه، اون چرا که ما گفتیم بگید، پروردگار عالم در کلام ما این خاصیت رو گذاشته، یه عطری گذاشته، یه نورانیتی گذاشته، اون خودش هدایت میکنه. عاشورا و توسل و این توجهی که در محرم و صفر در خونه ها، در حیات، در مساجد، در سازمان ها، در میادین، در معابر، هر کجا که میگذری نام مقدس ابو عبدالله خوش میدرخشه، در بروز و ظهور این حماسه چقدر نقش تعیین کننده داشت.
بنده قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم که سوال بسیار شریفی است، یه آیه قرآن هم آوردم برای این برنامه که دوست دارم یه آیه قرآن رو هم هدیه بدن، چون شبکه قرآن هست و قرآن هم که میدونید آیات سیاسی زیاد داره و بلکه همه آیات قرآن، اون هر موقع وقتش شد بفرمایید تا من این پاسخ سوال شریف شما رو عرض کنم. ببینید یه انسان، خیلی مختصر مبانی علمی این پاسخ سوال شما رو عرض کنم، یه انسان علاقه های خوب تو وجودش هست، علاقه های بد هم هست. حالا این علاقه های بد چجوری شکل گرفته کاری نداریم، این علاقه های خوب هم ریشه فطری داره کاری نداریم، بالاخره سرجم هر آدمی علاقه های خوب و بد در وجودش هست. اگر یه کسی علاقه های خوب تو وجودش غلبه داشته باشن و اوج گرفته باشن، تو اون لحظه هایی که تزاحم پیش میاد بین علاقه ها، علاقه های خوب غلبه میکنن. اگر یک کسی علاقه بد غلبه داشته باشه، معمولا خوبی هاشو از دست میده و آدم بدی میشه توی امتحان ها و فتنه، که اصلا فتنه معناش هم یعنی امتحان. علاقه به ابا عبدالله الحسین یه علاقه سنگینیه که تو هر قلبی به صورت با معرفت، با شعور و شور، البته که هر دوش باید باشه، اصلا نمیشه کسی امام حسین شعور داشته باشه شعور نداشته باشه، همونطور که فرمودن. و همینطور هم خود شعور شعور میاره، فرمود بچه های من رو کسی دوست داشته باشه حکمت پیدا خواهد کرد. وقتی کسی علاقه های خوبش با محبت امام حسین دفعی وزنش سنگین بشه، این طبیعتا تو فتنه ها به بصیرت نزدیک تره. خاصیت خوب بودن و نورانی بودن یه دل که محبت ابا عبدالله الحسین نورانیت رو به شدت دفعی بالا میبره، اینه که تو فتنه ها بصیرت فوق‌العاده پیدا میکنه. خب اون آیه قرآن رو هم هدیه بدم چون فرصت کم هست. نه فرصت گرفتی، به دقیق فرصت گرفتی. خب پس من همینجا کلام رو تمامش بکنم. واقعا مردم ما که به اهل بیت عصمت و طهارت ارادت دارن، شما باید ازشون انتظار بصیرت داشته باشید، انتظار بصیرتی که تو اقوام و ملل پیشین حداقل صدر اسلام نبوده. چرا مردم تو کربلا امام حسین رو محاصره کردن؟ چون آخرش برگشتن گفتن بغضن لعبیک. اصلا احترامی، محبتی برای امیرالمومنین به صورت خاص طبق سفارش پیامبر اکرم قائل نبودن. خب اینها یه ذره حب مقام، یه ذره عافیت طلبی بیچارهشون کرد. مردم اونجا که همشون حب مقام نداشتن که امام حسین رو محاصره کرده بودن، خیلیشون از سر عافیت طلبی اومده بودن، گفتن آقا میریم قائله رو تمومش بکنیم دیگه، یعنی امام حسین رو تسلیم بکنیم، شامی ها به ما حمله نکنن. اینقدر ساده به میدان اومدن با یه انگیزه خیلی سطحی بد، اما این انگیزه سطحی بد اونها رو به جنایتکارترین قوم تاریخ تبدیل کرد. این علاقه ها، علاقه به امام حسین بارها و بارها آدم ها رو تو این جامعه نجات داده، رشد داده و یکی از نتایجش هم طبیعتاً بصیرته. بنده خیلی ناراحت میشم بعضی از علم زده ها، نه عالمان، عالمان دلسوزی میکنن، میگن به این محافل روزه اهل بیت، محافل عشق و ارادت به ابا عبدالله الحسین بی احترامی میکنن و اینها رو محافل عاری از شعور میدونن. ببینید کسی برای امام حسین داره گریه میکنه، حداقلش اینه که میفهمه مظلوم یعنی چی. حداقلش عوام عوام هم باشه میفهمه ظالم کار بدی میکنه، ظلم میکنه. خب شما میدونید الان تو جهان این فهمو گرفتن، از مردم اروپا از غالبشون این فهمو گرفتن، چون میبینن کشورشون داره موجبات ظلمی رو فراهم میکنه توی جامعه کشورهاشون، ولی بلند نمیشن، حرکت نمیکنن. اونجا بی معرفتی هست، اینجا حداقل عشق برای ابا عبدالله الحسین بصیرت زاست، حساسیت ایجاد میکنه و نباید آدم یه وقت قضاوت سطحی داشته باشه درباره شور حسینی. حضرت امام در این باره حق کلام رو ادا فرمودن. اما اون آیه قرآنی که میخواستم عرض کنم، شاید موضوع کمی متفاوت با این بحثمونم باشه، این آیه است که خداوند متعال بارها در قرآن کریم امر به تقوا کردن، بیش از 50 بار دستور دادن اتقو. قالب اینها اتقو الله،
اتقو منوش بپرهیزید نیست، مراقبت بکنید، خدای خود را مراقبت بکنید، رابطه خود را با خدا مراقبت بکنید، یعنی بار مثبت داره. خب البته بار ترس نگرانی هم توش هست، بار منفی، بترسید از اینکه رابطه خودتون با خدا از دست بدید، بترسید از اینکه خدا ازتون ناراضی بشه، ولی بار مثبت هم داره. گاهی از اوقات هم خداوند متعال فرمودن اتقوا النار، از جهنم مراقبت بکنید. یعنی شما کلمه مراقبت رو تو فارسی هم برای کودک به کار میبرید، بله. هم برای آتش، بله. بچه تو مراقب باش که نخوره زمین، آتش رو مراقب باش نرفتی توش، هر دوتا استفاده میشه. یکی از بهترین ترجمه ها من تصور میکنم برای تقوا مراقبته. دو تا مصرف داره، یکی اتقوا الله، یکی اتقوا النار، با تعابیر مختلف. مصرف سوم اتقوا در قرآن فتنه است. میفرماید اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. از فتنه بترسید، فتنه بشه دیگه فقط دامن ظالما رو نمیگیره، تر و خشک و میسوزونه. این تر و خشک و میسوزونه ادبیات فارسیه ولی خیلی میچسبه به این، بعد به این مضمون. میفرماید واعلموا ان الله شدید العقاب. با فتنه مماشات بکنید انگار عقاب شدید الهی هم میاد که این نتیجه رو داره. بنده صریحا میخوام پیشنهاد بدم به صدا و سیما یه بحثی رو مطرح کنم. ببینید اگر واقعیت داره، حالا دوستان قضاوت بکنن، بینندگان محترم خودشون اهل قضاوتن الحمدلله، ما اگر با این فتنه مماشات میکردیم، مردم ما اگر این بصیرت رو نداشتن، آیا وضع ما از وضع امروز سوریه بهتر بود؟ آیا شما با تصاویری که تو خیابون‌ها می‌شده داشته باشید، حتماً هم داشتید، به خاطر جریح دار نشدن احساسات مردم نشون ندادید، آیا همین حرکت فتنه‌ای که اینها انجام دادن شبیه حرکتی که توی سوریه آغاز کردن اوائلش نبود؟ و آیا به این نتیجه نمی‌رسید که ده‌ها هزار نفر مزدور از خارج از کشور بیارن، از مرزها عبور بدن، بعد این جنایت ها رو بکنن؟ عکس دختر بچه 3 ساله سربریده دیگه نقل و نبات اینجور فجایع شده که اونجا اتفاق میفته. آیا این اون نمیشد؟ واقعا اگر از محرم سفر نهدی در بیاد بیرون به واسطه گذر تاریخ شمسی، مردم نهدی رو در آینده جشن خواهند گرفت. امیرالمومنین علی علیه السلام در یک کلامی که حالا بخوام متنش رو بیارم طول میکشه، فرصتون کم، بله، میفرماید که فتنه ای که ادامه پیدا کنه از هر ظلمی بدتره. از ظلم ظالمان، حاکمان ظالم هم بدتره. فتنه نباید ادامه پیدا بکنه و مردم تو نهده فتنه رو به پایان رسوندن. و وقتی ما میتونیم عظمت این نهده رو درک بکنیم که ببینیم که اگر کوتاه میومدیم چی میشد، الان نمونش جلوی چشم ماست، چه ظلمی واقعا دارن انجام میدن. اینها رو من مطمئنم صدا و سیما نمیتونه همه مظالمی که تو سوریه داره به مردم میشه توسط اون گروه های تروریست نشون بده. بله، خیلی متشکرم جناب آقای صفار. عمق این رخداد عظیم انقلابی و تاریخی که ما بایستی هر سال و در مناسبت های انقلابی این حماسه عظیم مردمی و انقلابی رو بشینیم تحلیل بکنیم، و یکی از جاهای و مراکزی که انتظار میره که تحلیل بکنه، افکار عمومی رو تنویر بکنه، از کارشناسان دعوت بکنه و از جوانب مختلف به نهدی نگاه بکنن، رسانه ملیه. جناب عالی اهل رسانه مکتوب بودید و هستید، اهل قلمید، نظرتون برای ما شنیدن داره که به نظر شما رسانه ملی و صدا و سیما با حماسه نهم دی چطور برخورد کرد و به ویژه این روزها که برنامه که به این مناسبت تقدیم مردم کرد؟ من تا یادم نرفته یه حق شناسی باید از مردمی بکنم که درسته که نه دی شاید نیومدن، اما هشت دی اومدن. اونا نوه دیترین آدم های ما هستن، اونایی که روز عاشورا برای سرکوب فتنه همونجا وارد عمل شدن، اینا رو ما پیشگامان نوه دی میشناسیم. وقتی داریم تجلیل از نوه دی میکنیم، همه کسانی که به نوعی در مسیر
مقاومت جلوی فتنه و ایستادگی در برابر این ناهنجار ناروا قد علم کردن از همه اونها داریم ستایش میکنیم. یکی در 8 دی ممکنه یکی هم مثلا 10 دی اومده درسته، اما صدا و سیما انصاف اگر بدیم باید بگیم که یکی از جلوداران روشنگری و آگاهی بخشی بوده. سهم رسانه ملی در انتقال حقیقت به مخاطب در بسیاری از صحنه ها به نظرم تعیین کننده بوده. ممکنه بعضی خورده بگیرن بگن روزهای اول فتنه صدا و سیما مثلا اونطور که شایسته بود عمل نکرد. من به اون کاری ندارم، خودم برآوردی هم ندارم، ارزیابی ندارم، اما قدر مسلم این است که این فاجعه ای که در روز مثلا 16 آذر در حد که حریم حضرت امام اتفاق افتاده بود رو صدا و سیما اومد منعکس کرد و همون واقعیات این صحنه رو نمایوند. خیلی ها میگفتن چرا صدا و سیما این کار کرد؟ اون احتیاط و محافظ کاری که گاهی وقتا افراد قالطاق پشت سرش هستن، ظاهرش این است که برای حفظ حریم ها چنین، خب بابا این حرمت ها بسیار بالاترش در جاهای دیگر شکسته شده، شما چطور اونجاها حساسیتتون برانگیخته نمیشه؟ اینجا مثلا میاد میگید که چرا نشون دادیم که عکس امام پاره شده بود؟ اون واقعیتی که انعکاس یافت توسط صدا و سیما بسیاری از اذهان ساده اندیش رو، دیر باور رو، اونها رو هم متقاعد کرد که پشت این اراجیف یه چیزای دیگر نهفته است و یه کسای دیگه این نقش آفرین هستن. من به سهم خودم به عنوان یه شهروند تشکر میکنم. نظرهای پناهیدم توی 30 ثانیه بشنوید. بله همینطوره، یعنی واقعا تو نه دی ما از صدا و سیما راضی هستیم، انشالله خدا راضی باشه، کم هم پیش میاد این رضایت ما. چرا علما دیر راضی میشن؟ آره به طور خاص آقای پناهیان چون صاحب نظر هستن. بعد جالب اینه که باید بگیم که سینما هم خوش درخشید. من فیلم قلاده های طلا، زحمتی که واقعا افتخاری برای سینما به حساب میاد، اون رو هم باید در نظر بگیریم که واقعا خوش درخشیدن. نه همه نور ولایت. خب الحمدلله، خیلی متشکرم از جناب آقای محمد حسین صفار هندی، جناب آقای پناهیان به خاطر حضورشون در برنامه، و شما بینندگان محترم به خاطر توجهتون به بحثی که تقدیم حضرتون شد تشکر میکنیم. تا سلامی دوباره شما را به یگانه مهربان میسپاریم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.